حذف و کشتار نظامیان سابق شدت گرفته است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی برست. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، حذف و کشتار نظامیان سابق شدت گرفته است. تمامی کشتارها به نام داعش صورت می گیرد. گزارشنامه افغانستان از ولایات کنر، وردک، قندهار، هرات و کابل خبر می دهد که شکار افسران، سربازان و منصوبان سکتورهای دفاعی حکومت گذشته طی عملیات منظم آغاز شده است. دسته های عملیاتی طالبان بعد از دستگیری افسران و نظامیان فوری آنها را تیرباران می کنند. گزارش می گوید که 98% کشتار علنی طالبان به دلیل تهدید و ارعاب علیه خانواده هایشان حتی در شبکه های اجتماعی منعکس نمی شود. در خبر آمده است که واحدهای عملیاتی تازه تشکیل در تمامی ولایات موظف به شکار و حذف نظامیان سابق شده اند و پروسه دستگیری و کشتار نظامیان و افسران گذشته ظرف روزهای آینده صورت بیشتر می گیرد. به نقل صفحه رسمی 8 صبح، پیروزی طالبان افغان تندروان پاکستان را جسورتر می کند. نویسنده کتی گاون، مترجم اسحاق علی محسنی. در مناطق کوهستانی قبایلی در امتداد مرز افغانستان با پاکستان یک خطر آرام و دوامدار در حال شکلگیری است. برگشت طالبان، تحریک طالبان پاکستانی که سالها گذشته با اقدامات خشونتبارشان در پاکستان هزینه های برای اسلام آباد تحمیل کرده است، با قدرت گرفتن طالبان افغانستان جسارت بیشتر می‌یابد. به نظر می‌رسد که آنها به فکر پس گرفتن مناطق قبایلی هستند، مناطقی که حدود 7 سال قبل در اثر حمله ارتش پاکستان از دست دادند. طبق گزارش قراردادی های محلی، طالبان قبلا در مناطق مورد بحث حضورشان را افزایش داده و از تمامی قراردادهای پول آغازی می کنند. کسانی که از پرداخت پول امتناع کردند توسط طالبان کشته شده اند. به عنوان نمونه، اوائل سپتامبر نور اسلام، داور یک پروژه کوچک کانال ما را در حاشیه شهر میرعلی در نزدیکی مرز افغانستان تطبیق می کرد. طالبان از او درخواست 11,000 دلار امریکایی سهم کردند. این در حالی بود که مجموع سود پروژه مورد نظر از 5,000 دلار امریکایی تجاوز نمی کرد. داور چیزی برای پرداخت کردن نداشت. بنابر این بناچار از طریق افراد مرتبط با طالبان خواهش کرد که او را درک کنند. داور هفته بعد با شلیک مستقیم یک فرد ناشناس جانش را از دست داد. خانواده داور طالبان را مقصر می دانند. طالبان پاکستانی که به تحریک طالبان یا TTP شهرت دارند، سازمان جدا از طالبان افغانستان می باشند. تفکر و ایدئولوژی که قرائت می کنند به شدت افراطی و انحصارگرایانه است. TPT اوائل سال 2000 میلادی تأسیس شد و با راه اندازی و چندین عملیات مسلحانه، بمب‌گذاری و دیگر اقدامات، مناطق وسیع قبایلی را به تصرف خود درآورد. علاوه بر آنها تهدید کردند که دولت پاکستان را از قدرت پایین بکشند. عملیات سال 2010 ارتش پاکستان آنها را از هم فرو پاشید. به تصور برایان گلین ویلیامز، استاد تاریخ اسلام در دانشگاه ماساچوست، کسی که نوشته های زیادی در مورد گروه های جهادی دارد، طالبان پاکستانی حتی پیش از تصرف دوباره افغانستان در 15 آگوست از طالبان افغان با داشتن پناهگاه های امن در افغانستان شناخته می شدند. شکست خیره کننده امریکایی بر قدرت توسط طالبان افغان، طالبان پاکستانی را جرأت بخشیده است. حالا به نظر می رسد که آنها نتیجه گرفتند که زمان گرفتن حقشان رسیده است. بنابر این محاسبه، طالبان پاکستانی نیز می تواند جهاد موافقانه علیه دولت بی دین پاکستان برای انداخته دوباره حراج مرج را حاکم سازند. در ماه‌های اخیر TTP حملات‌هایش را افزایش داده است. به گفته مؤسسه جنگ و امنیت اسلام آباد، تنها از ماه جنوری به این طرف 300 شهروند عادی و 144 نیروی امنیتی این کشور در عملیات‌های توریستی کشته شدند. به گفته امیر رعنا، مدیر اجرایی مؤسسه صلح که در اسلام آباد واقع است، مسئله افغانستان با گروه‌های مذهبی افراطی در پاکستان انگیزه مؤثر برای انجام اقدامات تندروانه داده است. این گروه ها اقلیت شیعه مسلمانان را
علنا مغازه میگویند و مرتد میشمارند و در تظاهرات و اجتماعاتشان به صورت گروهی و علنی از تفسیر اسلام افراطی حمایت میکنند. یکی از این احزاب تحریک لبیک پاکستان است که در برابر حفاظت از قانون منع خشونت علیه افراطی که به مقدسات توهین کنند اجندای بخصوص دارد. از این قانون علیه مخالفان و اقلیت‌ها استفاده میکنند و بر این مبنا میتوان اوباش را به راحتی ترغیب به کشتن افراد به خاطر موازی ساده‌شان در برابر قوانین شریعت بکند. رانا رشید هشدار میدهد که جامعه پاکستان به دلیل رشد مذهب گرایی ضربه خورده و اکنون در جهت برپایی حکومت شبیه طالبان افغانستان حرکت می کند. یک نظرسنجی که مؤسسه کال آپ پاکستان انجام داده نشان می دهد که 55% مردم پاکستان از یک حکومت شبیه حکومت طالبان در افغانستان حمایت می کنند. پاکستان از اینکه نتوانست حکومت طالبان را بدون در نظر گرفتن ملاحظات کشورها به صورت یک جانبه به رسمیت بشناسد شرمنده و سرافکنده شد، اما هنوز در حال چانه‌زنی با جهان تا قناعتشان را حاصل کند که با بازیگران جدید افغانستان تعامل کند و به امریکا اصرار می‌ورزد تا دارایی‌های بلوک شده این کشور را آزاد کند و در عین حال بر طالب فشار می‌آورد تا برخورد خود با اقلیت‌ها و مخالفان را ملایم کند. رابطه پاکستان با طالبان افغان همواره ثابت بوده و این مایه عصبانیت در امریکا شده است، تا جایی که سناتورهای جمهوری خواه قانونی را پیشنهاد کرده اند و در صورت تایید منجر به تحریم پاکستان و اتهام کارهای غیر قانونی علیه امریکا با آوردن طالبان در افغانستان می شود. این موضوع خشم رهبر پاکستان را برانگیخته و گفته است که باید طالبان بپرسند که در میز مذاکره بین امریکا و طالبان در نهایت کدام تاریخ زمان خروج نیروهای بوده که زمین آمدن طالب را فراهم ساخته است. پاکستان روابط دینی با طالبان افغانداران که سابقه آن به زمان جنگ شوروی در افغانستان در دهه 1980 میلادی برمیگردد. در آن زمان پاکستان عملا به مسابقه مکان پشت جبهه برای امریکا علیه شوروی به حساب می آمد، خصوصا گروه حقانی که ممکن است اکنون قدرتمندترین گروه در افغانستان باشد. عمیق ترین روابط با سازمان استخبارات پاکستان دارد. بنابر برداشت اسفندیار میر، کارشناس ارشد مؤسسه صلح امریکا، پاکستان با سراج‌الدین حقانی که اخیراً در دولت جدید به عنوان وزیر داخله مقرر شده است، پیشنهاد همکاری برای شروع مذاکرات با طالبان پاکستان داده است. آقای میر همچنین اظهار می‌دارد که تعدادی از مقام‌های تی تی پی که مناطق کوهستانی و سبل عبور را در اختیار دارند، حاضر به مذاکره هستند، اما یکی از خشن‌ترین این گروه که توسط نور ولی محسود رهبر می شود علاقه مندی به مذاکره ندارد و می خواهد وزیرستان جنوبی را در کنترل خود داشته باشد. روشن نیست که حقانی موفق می شود محسود را پای میز مذاکره با پاکستان بکشاند یا اینکه رابط دینی خود را با طالبان پاکستان قطع کند. تمام تلاش ها در مذاکرات با اسلام آباد در این است که تی تی پی می خواهد قانون شریعت با تفسیر خود آنها را در مناطق تحت کنترلشان در ساحات نوار مرزی حاکم باشد. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یارو، نگهدارتان، اوقات خوش داشته باشید.